بینندگان عزیز، در بخش نوبتی فیلموفارون ما با شما درباره شرکت سینماگرایی لژندری انترتیمنت معلومات خواهیم داد. شرکت لژندری انترتیمنت از جانب کارگردان پرودوسر توماس تول سال 2000 پس از جلب 500 میلیون دلار از شرکت‌های سرمایه خصوصی در شهر بربانک شتات کالیفرنیا آمریکا تأسیس یافته است. پیش از تأسیس چنین یک شرکتی بزرگ، نقشه توماس را دوستان و شناسایش ناممکن می‌شمریدند، اما توماس مهارت بلند و سعی و تلاش خود را به آنها نشان داد که او را برای انجام چنین یک کار بزرگ ضعیف می‌حسابیدند. پس از تأسیس شرکت خود، توماس علاکه سال 2004 با یکی از کلان‌ترین شرکت‌های فیلم‌فری جهان وارنر براس برای 40 فیلم به مدت 7 سال شرطنامه همکاری به امضا رسانید که موافق آن می‌باید شرکت نوتأسیس همراه با وارنر براس با مبلغ گذاری مشترک فیلم تهیه کنند. اولین فیلمی که لژندری تهیه کرده است نه تنها آغاز فعالیت شرکت در سینما، بلکه آغاز زندگی نو برای یکی از معمول‌ترین قهرمان‌های سیاره بتمن بود. فیلم بتمن آغاز که در دوره پیش از تهیه و اینچنین هنگام نواربرداری از جانب وسایل اخباری عامه بریتانیا کبیر بتمن نامگذاری شده بود، صرف نظر از اندیشه‌های مثبت منتقدان، مبلغ فایده فیلم را نتوانست کم نماید. با بودجه 150 میلیون دلار فیلم کمی بیشتر از 373 میلیون دلار فایده به دست آورد. فیلم دومی تریلوگی بیتمن کریستوفر نولان سرباز سیاه که سال 2008 به اکران برآمد به معنای اصلی نادر بود و با میلیاردها دلار درآمد در جهان رکوردی نو گذاشت. شرکت اعلان داشت که میتواند به تهیه بازی‌های کامپیوتری شروع کرده، بسیار بازیگران را که مناسبت قبلی هالیوود و ورزش را به یاد می‌آوردند به حیرت آورد. از سال 2013 یونیورسال پیکچرز فیلم‌های نوی لژندری انترتیمنت را ترغیب و پهن می‌کند، هرچند که در همکاری با یونیورسال سال‌های آخر بعضی نفهمی‌ها به میان آمدند. 12 ژانویه سال 2016 لژندری انترتیمنت از جانب شرکت چینی دالیان واندا گروپ با مبلغ 3.5 میلیارد دلار به دست آورده شد. 17 ژانویه سال 2017 باشد معلوم گردید که تأسیس دهنده‌اش توماس تول، دایرکتور شرکت فیلمسازی لژندری انترتیمنت، باقی می‌ماند. همین طور تا به امروز شرکت صدها فیلم را به مخلصانش پیشکش نموده، توانست در مدت 20 سال فعالیت به یکی از شرکت‌های آوازه‌دار هالیوود تبدیل یابد.